باورم نمیشه. اومدیم یه باغ توی تهران که بیش از 200 سال عمرشه. باغی که به دستور فتحعلی‌شاه قاجار ساخته شده در سال 1222 هجری قمری. بریم با هم دیگه کل باغ رو بهتون نشون بدم. یکی از جذابیت‌های معروف باغ نگارستان سردیس فردوسی هستش که به مناسبت هزاره فردوسی سال 1315 توی همین مکانی که می‌بینیم نصب شده. نکته جالب اینه که این سردیس با پول دانشجویان خارج از ایران تأمین شده ساختش و یه مجسمه ساز فرانسوی این سردیس رو ساخته. الان میخواییم بریم با همدیگه موزه مکتب کمال‌الملک رو با همدیگه ببینیم. مکتب کمال‌الملک در حقیقت به مکتبی گفته میشه که از شاگردان استاد کمال‌الملک تشکیل شده. این ساختمونی که الان میبینیم مدرسه صنایع مستظرفه بوده اسمش و بعداً به موزه مکتب کمال‌الملک معروف میشه. بریم داخل با همدیگه ببینیم. اینجا یکی از جاهایی هستش که از زمان دانش سرای عالی بودن این ساختمون نگهداری شده، کلاسی که به همون نظم و ترتیبی که اون موقع ساخته شده بوده نگهداری شده. بزرگ هستش که در واقع اصل ماجرا هستش. این فرش خیلی بزرگتره و شخصیت‌های زیادتری بود از حضرت سلیمان نبی تا حالا فیلسوفان و شخصیت‌های معروف رو داخل بافتن. اما اگه بخوام شخصا یه جا رو بگم که خیلی دوستش دارم، اینجا یه کلام استادم، مجموعه آثار استاد جهانگیر ارجمند، استاد مجسمه سازی که هیچ استادی نداشته و شخصا خودش کارش رو انجام میداده و خیلی هم ساده بوده. یه یونانیت، یه تیغ ریش‌تراشی و آثاری که داره اینجا میبینید خیلی زیباست، از آثار مردم شناسی ایرانی گرفته تا فرهنگ و رسومی که مردم ما داشتن تا شغل‌های مختلف و شخصیت‌های مردم.
اما نقطه پایانی همه گردشگرایی که میان باغ نگارستان کافه اینجاست. فضای بسیار دلنشینی داره، زیباست و کمی هم سنتیه. امیدوارم که تا اینجای ویدیو لذت برده باشین. تصاویری از اینجا ببینین، ما رو دنبال بکنین با ویدیوهای دیگه‌مون.